السلام علیکم هیواد والو هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. لمر ماښام خپرونه ګورئ دوستانو. زه زلما خروټی او ساعت تاسو لمر ماښام خپرونه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه شېبې خپلې خپرونې سره پاتې سي، خپله خپرونه تعقیب کړئ او همچنان ایمیلونه او ښایسته پیغامونه هم راسره شریک کړئ. خپرونه ستاسو خپله خپرونه ده. کور مو ودان چې همیشه خپلې خپرونې سره ډېره زیاته مینه ښکاره کوي او همیشه په ایمیلونو په ښایسته میسیجونو او زنګونو باندې نازوئ دوستانو. لمر ډاټ ماښام ات لمر ډاټ ټی وي باندې همیشه تاسو ایمیل راولیږئ او اته شپږ پنځه شپږ هغه لاره ده چې تاسو هره ورځ کولی شئ په ژوندۍ بڼه باندې هر ماښام د شپږو نه تر اوو پورې موږ سره اړیکه ونیسئ او ټیکس مسیج هم راواستوئ. خپلې خپرونې سره کوم موضوع لرئ یا هم کوم پیشنهاد لرئ یا هر څه چې تاسو لرئ په آزادانه ډول کولی شئ، خپلې خپرونې سره راسره شریک کړئ. زه به یې خپرونې کې ځای ورکړم او واټساپ شمیره باندې هم تاسو کولی شئ همیشه ښایسته ویډیوګانې او تصویرونه راولیږئ. زه خپرونې کې ځای ورکوم او هغه دوستان چې هیواد نه بهر دي هغوی دې هم د دنیا په هر ګوټ کې چې دي سوکاله آباده خوشحاله اوسي. زم د اشپزخانې په لورې باندې شیر احمده څنګه یې؟ خیم زلمه سلام یو خوړو وبخې. سلام وعلیکم السلام. ستړی مې شي زه هم خپل وار سره سلامونه او نیکیلې ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم او نن غواړم ورته زلمه جان چې لیدونکو ته چکن املټ تیار کوم چې ځینې دوستان به تیار کړی نه اله د تیاری کې او تینا خوند واخلې. چکن املټ، املټ چکن املټ ډیر ساده تیاریږي. ځینې دوستان به وایي چې دا مې څومره سخت دی. چکن املټ د څه کار چې مونږه همیشه وخت خدای تاسو ته لیدونکو متنوع متفاوته غذاګانې تیاروو ځکه چې تاسو څو وکولی شئ ښایسته خواړه هم تیار کړئ. زه به مواد معرفي کړم زلمه جانې. صرف ښایسته یې که خوند یې هم ښایسته یې هم یې خوند ښه یې. ما چې صرف ښایسته یې نور خوند یې پسې ګرځم. نه نه هم دواړه باید پکې اصلیت د خوړو او هغه ذایقه د خوړو باید ډېره مهمه ده. ډېره مهمه ده. بالکل. زه به مواد معرفي کړم. مهرباني. 500 ګرامه د چرګ غوښه سینه ما ماشین کړې ده او دې سره لږ درې ګشنیز هم ما ماشین کړې دي. شدې کړې هغه اته دانې رومیان درې دانې پیاز یو دانه ور شوی لیمو څلور دانې ګشنیز وګه مرچک د ضرورت کارول کیږي. چینایي مالګه ویجیټیبل مساله دانیا زیره مالګه هم پکې کارول کیږي. نومړی دغه خپل غوښه اخلو په دیګي کې ورزیتو د یو لس د خود لپاره کو سره کو با ورس تاغنه چې دی او به وچ کړی او پوښو چې ستین نرمه ده په خده بیا بنو هغه یو بل کاسه کې اچوي ټول به ماتوي. کله چې ماتم کړی بیا به داخه غړوي مسالې او لګوګه مرچک ګشنیز او رومیان پیاز دا به ټول سره ګډيږي. بیا به غوخه ور سره ګډو بیا واړه واړه امنیت جوړوي خوخم غاټي جوړوي په هر اندازې ستاسو خوخي په مو اندازې کولای شي چې تیار کیږي. به غوخه ورزیات کم دیګي ته ډیر کم غوړ مرزیت کو. کله چې عملیت بیا تاسو تیاروي هغه وخت به ضرورت نشته چې تاسو ډیر غوړ وکاروئ. کولای شي چې یو قشقه مرزیت کې او تیاری کې تاسو وینئ چې دا ګشنی چې ډیر دی دلته دی او ګشنی لږ ضرورت سره ډیر ماشین کې ډیر بخې دیګي ته به ور واچو. شکل باندې دی سره نو هیڅ شی موږ نور نه زیاتو چې دین دوستان به وای دي سره باندې نور چی زیاتې فعلا د غوخه لسه خود پر سره کو روس هغه نه چې سره شونه هغه مواد چې تاسو ته ما یادونه وکړه لکه هغه رومي پیاز او څنګه مسالې ګشنیز لیمو دا به بل کاسه کې دلته کاسه شته ده. دې کاسه کې به دا ټوله چو غډو به او یو یو څمڅې به دا بل کړای کې سرکیږي پخېږي. هغه دوستان چې اله کړي ونه چې دا ډول خوړم ته تیار کړئ اله چې خبرونه وګورئ او تاسو هم کولی شئ دا ډول خوړل تیار کړئ. او زلمه جان همیشه وخت کوشش کوي چې دا کله چې غوښه په خوړو کې کارول کیږي نو اتمان هډې خوړز د کوي په کور کې تیار کړي ځکه چې هر ورځ زلمه جان کباب فرمایش را کوي. کباب ما جوړ جا خبر ډیره وخوري ښه ډیره خونه خورم ځکه چې نه غواړم چې وزن می زیات شي لکه باندې خدا وندي بیا په دې خاطر باندې خدا نه دا شیره وی لاله وایندا سی وای باندې خدا څنګه ورته وای شیره لاله وای وعلیکم السلام علیکم شیره خدا څنګه جوړ زلمه ستړی مشي زلمه پوش شی ولې باندې خدا ته ته وی مال زی شیره لاله وای نو دلته بل همکار مو د تلویزیون کې یا غډر چاغ داغه می شو نه ما جماعته ویلې دي شیره نه تا ته ولې وای خاطر خپل کار ته دا عمر کا بل خیر سره زلمه راځه تخفل زیته
چې یو سلام لیدونکو سره وکم یو سلام د لمر ټلویزیون لیدونکو ته چمداو در مرما خان خبرونه ګوري او سلام د خپل همکارانو ته مثلا سلام وکړو خو زلما جانې زه د ځینې ناروغانو ډېر سخت ګیله مندې ما ولی خو چې کله ډاکټر صاحب ته راځي ډاکټر صاحب ته غوږ نه نیسي چې کنه هغه دواګانو دغه جوړه ګولۍ به دغه ټیم کې خوري شربت به دغه ټیم کې خوري غږ د څه غوږ ورته نیسي کنه بیا ګډوډي وخوري وای دغه کوم چا سړی کنه مخکې ویل لکه باندې خدا باندې خدا ټیټ راغله د پوه ډاکټر ته ویل ډاکټر صاحب بیا وای دغه وس مې ډیر زیات بچی وکم هغه ول واکو کا واک هغه ول ولازه خو واک نه لر واکو مې ټول مېرمنې سره ده هغه ول نه وګرځه قدم وا قدم وای ښه سیده او قدمی وهله کنه درې ورځې بعد ناروغ دی ډاکټر ته څنګه السلام علیکم ډاکټر صاحب دې پیژنه نو ما غ ناروغ ما تور خمته رسیدنه نور کوم خلاص شم اغه دا در باندې چې شو وورو مال چې لګ لګ ګرځا دا چې حرکت کړي تور خمته رسیدنه وي تر راځي چې ما نه کوم چې سمه دی وزن کم شوی چې راغله شربت مرته ورکړي وږي نمک کې وچ دا یو قاشق خوره کنه چې راغله چې معاینات کړي چې ګوري خېټه لکه تی غوند کلکا وې دا خېټه دی ولې کلکا ده دې کې چې شدي چې معاینات کړي پکې قاشو کې کوم پزوش بیت دانی ونو خو دې د مرګ دادی چې کړي مارته دي دا کاشو کې کوم خاني تاب خېټه کې راغلي او ډاکټر صاحب تا چا شربت راکړه کړه تا له کاشو کخره ما یو کاشو کخره دغه کاشو کې راغونډې شوې پکې هغه ورنو نیو لري مارته دي شربت یو تا کاشو کې پړې زه دا وایم کنه باید کوشش وکړي دغه ناروغان چې کړه ډاکټر صاحب درته وایي دغه دغه شانو خوري دا شربت په دغه ټیم دغه ټیم نو باید درته خوونې شو غوښور ته ونی سي چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره ده اوس نه چې ګولې دغه نه مخ یو کړو اګه ماشوم ته وایي دغه سي ډاکټر صاحب دوا ورکړي او تیر چې دا ګوره د ډوډۍ نه مخ کې ورته ورکا کنه بیا چې هغه پلار دی ماشوم ته ډوډۍ ورکړي دوا پیاد شي وی دا خو ما په خوله دا غلط ورکړل ا دوا چې ورته ورکړي کنه به دا ماشوم خو نه نیول خړه بخړه بخړه خو دا چورې دا ګولې دوا ډوډۍ نه مخ کې شي نو دغه سي باید سړی غوګونی سي تر څو ډاکټر هدایت خو وکی ونی سي اما سي دا وا بالکل ام دا دوا کار کی کنه وو نن موږ خبرونه کې ما شام کې ډاکټر صاحب موږ سره شته دي دا بم یو یادولي ورته وکړو چې دغه خپل سر باندې دوا خړل څومره تاوانونه لري نه دا خو معلومه خبره ده چې تاوان لري او دا چې څومره خطرناک ده دا به ډاکټر صاحب موږ ته وایي خو نه مخکې یو ایمیل هم ولا وای سلام دلمر تلویزیون ټولو محترم کارکونکو لیدونکو ته یو خاص سلام زلما جانې خورته الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې او یو خاص خبرونه مو پیل کړي وی او ولی همدرد يم ښه زول خیر سره دمیته له دمینه ورسته موږ سره اوسې په تمه اوسې خبرونه ماهر وي بیا مشراغلاس دوستانو لمر ماشم خبرونه ګوري او په دې برخه کې هم را سره ډاکټر صاحب ولید یوسف زای د وینې او د وینې سرطان ناروغي متخصص او ترینر په خبرونه کې ملمه دی او نن مو موضوع هم ټاکلې ده د وینې کمخونی یا هم کمخونی پټوله کې عام د خلکو مینس کې چوي او لدینه ډیر ځوانان او هم چنان چا چې عمرونه زیات وي او ډیر زیات په دې ورسته کې رنز وړي او دا مریضي او څه زیاته شوې ده چې ولې زیاته شوې ده ډاکټر سب تاسو شرغلاس وایم په پایل کې خیر اغلی لمر ماشه مخبرونی ته مننه زلمه خوري خوشاله مې چې تاسو په چوپر کې ما استاد او لیدونکو سره په تماس کې ډیره مننه ډاکټر صاحب دا لکه څه زیاته شوې دا ته زوینم ډیر ځوانان هم د دې ناروغي څخه کړيږي چې وینې کم خونی لرو دا وینې کم خونی چی نه را پیدا کیږي چی شایده د خپل دغه خپل کم خونی مرض نه ده دغه علامه یا عرض دی او مرض ده یعنی نشانه دی او مرض ده نشانه دی او مرض ده ځکه د کمخونی په ډیر امراض پیدا کیږي دغه لپاره وقات هم زیات ده او اخري چې دبليو ایچ او یا د سازمان سی جان ورته تعریف کړی ده یو نارینه کله چې وینه دیالس نه تیچی هغه ته موږ وایي کمخونی لري او په شیزینه کې فرق کوي هغه چې وینه دیالس نه تیچی بیا هغه ته موږ وایي چې دا کمخونی لري خو دا معنی هدف زموږ دغه نه ده چې دا کمخونی لري زموږ هدف دا ده چې ولې دا کمخونی لري دا ډېر مهم ده اول خو باید په دې باندې وژغي چې دا کومه را پیدا کیږي نه انسان کې ولې را پیدا کیږي له کومه را پیدا کیږي چې دوستانو ته واضح شي او خب زلمجان دغه وینه اډوکې په منځ جوړیږي دغه کله چې په وینه کې تولید مختل شي یعنی په وینه په اډوکې سرطان پیدا شي یا د اډوکې نارمل نه شامی ته تبدیل شي یعنی هغه نارمل انساج لمنځه ولار شي او بل عوامل دغه چې غذایی مواد
لکه اوسپنه ویتامین بی 12 فولیک اسید دغه شان چې غذا کې کم وي دغه کم خوري ته پیدا کوي او بل الاته دغه دا چې یو نارمل سړی چې زموږ په وینه کې هغه اډو کې تولید کوي دغه نارمل ایموګلوبین یا ار بی سی دغه یو سل شل ورځ زموږ په وجود کې ګرځي زین وخت داسې کیږي چې دغه عمر کوته کیږي یو سړی دفتنې او خونریزي پیدا کوي یا دغه خپل وجود دغه وینه تخریب کوي دغه عمل کیږي چې دغه نارمل عمر کوته کیږي او دغه کمخونی ته سبب سببیږي خخه دا علائم چې شهیدی څنګه یو سړی پوه شي په ځان باندې چې زه کمخونی لرم کوم خاص علائم لري ښکاریږي هغه علائم کنه ښکاریږي که څنګه زلمو جان چیزی که به حساب دیده میشه اکثرا همین کمخونی ها به صورت تصادفی تشخیص میشه یعنی تا زمان دیده نمیشه در وجود چطور تا زمان که بسیار بسیار شدید کمخون نشه و اتدا میفهمه زمانی که ایموگلوبین یک شخص از 7 گرم به صورت نرمال گفته وقتی که از 12 پایین شد یعنی 12 تا 7 که میرسه هیچ اراز علائم نمیته تصادف پیش دکتر میره خب خودش هم نفهمیده که من کمخون هستم میگه سردرد هستم زود عصبانی میشم یعنی وقتی دکتر معاینات میکنه متوجه میشه کم خون است ولی بعض علائم داره یا اعراض که اکثرا مریضا شکایت میکنه عمده ترین چیزی که است امو توان فعالیت فیزیکیشون کاهش پیدا میکنه مثلا در خانه جروب میکنه خانه مستک میگه نمیتونم دفتن بر مثلا قیتی پیدا میشه تکان قلب پیدا میشه و ماندگی میگیره مثلا در دو زینا که بالا میشه احساس خستگی میکنه دومی مریضا اکثرا سردرد میباشه یعنی سردردی دوام دار که گاهی وقت پیش دکترای اعصاب میرن به نام از اینکه تکلیف اعصاب داره در حالی که همو وظیفه خون که انتقال اکسیژن است که باید به دماغ برسانه همو مقدار کافی را به دماغ رسانده نمیتونه این همین است که شخص اکثرا سردرد عصبانی نارام خوش مختل میباشه و یا گاهی وقت چون فشارشون پایین میباشه دوام دار مریضا خواب آلود میباشه و وقتی دکتر میبینه خوب ترین جایی که نشان میده کمی کم خون است اول خود اعضای فامیل مثلا در فامیل ما شما متواتر میبینیم که متوجه نمیباشیم یکی از اعضای فامیل میمان خانش میگه خب رنگ تو چرا تو پریده که نمیست که یکی بعضا میگن رنگ زرد شده میگم اینمی میگه زردید گرفته گاهی وقت حتی به طرف گپ خودت به طرف زردی میرد زردی کی باز دکتر وقتی که چشمایش خصوصا قسمت های چشمش پایان میکنه میبینه که خاصف است قف دستشون رنگ پریده میباشه کی بسیار یک جای خوب است همه غشای مخاطی دی قسمت ها خوب واضح فهمیده میشه که بعد از اون به اساس ماینات لاس که څنګه ښکاري ډاکټر صاحب کېدی شي لږ واضح کړي چې دوستان کېدی شي شیر احمد راشي شیرې لالا چیرته خیر شیر احمد تراشه تراشه د دسکه شه دی وباسه کې وو ته د دسکه شه وباسه چې د دې لپاره چې دوستان ځینې په کور کې پوه شي موږ دغه لاس داسې نشه اول خو خپل لاس سره مقایسه کوو ځکه زموږ موږ خو کمخوني نه لرو دواړه یو ځای کېږدو ګورو کله چې فقط دغه طریقه وښایې ځینې دوستان په کور کې پوه شي ورته همدغه کمخوني چې ولري دغه رنګ تفاوت لري هغه نارمل سړی نه بیا موږ داسې لاس داسې نارمل کمخوني ولري څنګه وي دا قف لاس دی رنګ پریده وي سپین خاص او خاصف دا داسې رنګ پریده او کله چې داسې کوو دلته ګوري دغه رنګونه تیرتر در دغه ځای نه بیا دغه ځای رنګ برایت یا روشن کې دغه اطراف نه بیا دغه موږ پوهیږو دغه ایموګلوبین اته نه تیت شوی ده دا ډېر یو ښه علامه ده ډاکتر کم داسې وکړي بیا پوهیږي دلته بیا پوهیدی شي ډاکتر ښه دا یو علائم شو چې په لاس کې باید او بل سترګې ګورو مننه دغه سترګې چې ګورو دغه منظمه دلته چې ده دلته وینه نږدې ده بیا هلته سمه معلومېږي هلته هم رنګ پریده خاصف ده یا سره کوم اسپینه غوندې ده هغه سوروالې نه لري د سترګو لاندې یو رقم دغه سترګې د نه نه چې دغه شای مخاطي او دا خو سوروالې لري د هغه کسانو چې وینه کمه یې هغه سپینه یې سپینه وی او دغه مو کوي رنگ پریده ده رنگ خاصه ده بل دغه علامه ده او کله چې ډاکټر دغه استتسکوپ چې ده په زړه کې دی هغه مریض هم خپل وایي چې زړه مې ریګ دی داسې تکان کوي بیا کله چې هغه استتسکوپ دلته کې دی بیا ته ضربان د زړه ډیر شدید وي داسې په شدیده کې ضربان کوي او پلز هم ډیر قوي وي کوم دغه پلز ګورو خو اساس دغه تشخیص د معاینات په لابراتوار کې کیږي یعنی پس لغه ډاکټر مشکوک شو د کم خونی خلری خو عوامل مختلف لري د کم خونی هغه لپاره بیا معاینات لیکي ډاکټر معاینات باید وسی دا څو رقم ده کم خونی پم د یو رقم ده
نه کمخونی ما اول هم ویل چې دا یو نشانه ده یو مرض ده نشانه ده او تقریبا 50% د ټول کمخونی دغه کمواله د اوسپنه و اغه عمل دغه اوسپنه خصوصا دغه پشیزنه کې ډیر معموله ده ځکه چې اغه ریکوایرمنت یا ضرورت دی دلیل څه ده چې پشیزنه کې زیات ده دغه ارقام یو څه دی پشیزنه نارینه مغه مخ هم ولت شیزنه او نارینه دغه هیموګلوبین فرق کوي دغه هورمونونه اصلي عمل هورمونونه دي دغه زموږ نارینه کې تسترون زیات ده دسترون تستوسترون یو هورمون ده اغه دغه اډو کې تنبه کوي یعنی وینه زیات جوړوي جوړي او شیزنه کې د استروجن اندروجن دغه نه یکوي یعنی وینه سم دا یو علت عموم ده بل دغه زنانه خب مشکلات زیات ده اول کله چې دغه نوځواني ته راځي الته زنانه مرزي ورته پیخیږي یعنی پر میاشت اداقل 50 میلی لیتر وینه ضایع کوي که دغه 50 میلی ګرام آن اور سره ضایع کیږي دغه وجود خدای آن ته ضرورت لري اوس پنه ته ضرورت لري دوی ضایع کوي بل کله چې دوی ځوان شي واده کوي کله چې دوی واده کوي خب بیا وکال نه تیریږي چې الریډي د دوی وینه کمه ده ځکه چې سمه غذا اخیستې نه ده د زنانه مریضي زیات ده او بل واده کې کوي التم کله چې امیدوار کیږي دوی التم خصوصا په آخر دریم میاشت امیدواری کې د اوسپنه د مور د ماشوم ته ځي بیا د اوسپنه کمیږي او بل د ماشوم چې پیدا شو د ماشوم ته شوه دی ورکوي التم دغه فولیک اسید دغه اوسپنه ټول ماشوم ته ځي بیا یو کال تیریږي نه بیا ماشوم راځي دغه لپاره اته په ایالات متحده امریکا کې دغه هغه شزینه کې د کمخونی ډیر معمول دی یعنی ډیر عادی خصوصا په آسیایی کشورای مثل ما شما آسیایی و کشورای افریقایی چون اینجا فقر غذایی زیات است و مو غذای درست نمیگیرن د پیش خانمای کشورهای آسیایی به خصوص افغانستان که ما در یکی از کشورهای فقیر هستیم و خواهد کمخونی فقدان آن بسیار زیاد است. خواه نوخه چو کچی پا کمخونی باندی اختانشو بلخصوص میرمنی یا اینجوری چون میاشنه ماوار تکلیف هم لری او وین زایی که اوگوی باید چس خوراکونه او کی چې اداقل جلوګیری او کی د دینه چې کمخونی سره مخامخ نسی او هم چنان دا چې یو مور ماشوم حمل هم لري او یغې نورسته ولادت کوي د ولادت په جریان کې د شي کمخونی او د شانو سره مخامخ شي باید کوم کارونه تر سره کی د دینه مخ کې چې و انجلې هغه ماهوار تکلیف راشي خونیزي زیاته وي او یا یو مور چې ولادت کوي یا ماشوم اخلي هغه څه کارونه وکړي چې مخنیوي وشي خا غینه مخ کی چی تاسو دا جواب راکې لاړ بشو دمه ته دمه ورسته جواب راکې ډاکټر صاحب زو دمه ته دوستانو بیام شراغ لاز دوستانو لمر ماشام خبرونه ګوري دی لمر نړیوال تلویزیون څخه خا ډاکټر صاحب مخ کې لدمه نه زما پوښتنه دا و چې څنګه وکړو چې مخنیوي وکړو دی وینې کموالی څخه موضوع بسیار مهم و اساسی را سوال کردین ولی ما گپ اول خود بسیار تاکید میکنم یعنی یک مشکلی که ایجاد شده گفتیم 50% کمخونی ها را کمخونی فقدان آن تشکیل میده ولی هر کمخونی فقدان آن نیست چیزی که بسیار مهم است در قدم اول تشخیص نشوه که ما بنام از که بیاد یا در صد خانم که آمده 50 خانمش هم کمخونی فقدان آن داره ما برای مریض امی تجویز یا غذا یا دوا هر چیز بده دکتر صاحب دا وینم باید تشخیص شي چې کوم زکی چی شي ضرورت لري نه اول باید دا تشخیص اول معلوم شي کولی دا کمخونی ورته پیښ شوی ده علت باید پیدا شي دا کمخونی د اوسپن کم والده د فولاد کم والده ویتامین بی 12 ده د سرطانی هم راست چیزی که بسیار مهم است که اکثرا مسمیشه یا از پیش دکتر صاحب واته کمخونی در حال که کمخونی سرطان از باعث سرطان کمخون شده ولی یک آهن داده میرن آهن داده امو دو ماه سه ماه منتظر میشن که بیا نتیجه تداوی خود بگیریم در حال که اونمو مرض سرطانیش قبلا قابل تداوی بود و بسیار پیشرفت میکنه این بسیار مهم است مهم سر سوال شما ارگو خانم ما میفهمه که دختر خانم است که مریضی موارشان از اندازه زیاد است خودشان امور درک میکنند کمی زیاد است یا در قدم اول باید پیش دکتر برند معاینه کنند که گفتم گاهی وقت هیچ یا شکایت نمیداشه ولی به صورت تصادفی معاینات تشخیص میگن یا کم خون است یا اگه کم خون بودن باید امو دکتر سب دوایی را تجویز میکنه ادقل بر 6 ماه تا 12 ماه را بگیرن چون
د ظرف دو ماه خون از یو پوره میشه ولی یک سالی تدویر باید ادامه بتن تا ذخایر از یو پوره شوه. دوم چیزی که من برشان توصیه میکنم خصوصا دختر خانم ها خودتام زلمه جان شاید از گوش زیاد بترسین، اکثرا و یک اراز دارن یک که ما گوش بخورم ما بودا چاخ شوم، ولی یگانه منبعی که منبع غذایی خوب برای کمخونی است. بله دکتر صاحب یک شوخی کنم، من برعکس بسیار گوش خور هستم، میاره همکارای من تکلیف هستن از زیاد گوش خوردن. شما دیوانه شای از ابو خاطر نام خواهم تر و تازه و روشن هستید. شکر دیگه. ولی کسایی که از گوشت میترسن ترس از اینکه چاق نشوین، در حال که بسیار ضعیف میشه وجودشان، مقاومتشان در مقابل میکروبا پایین میه و عموم مقدار کافی آهنگ در گوشت است در هیچ غذا نیست، خصوصا در ترکاری باب. اما ترکیبی که ترکاری باب آهنش داره، مثلا اعلانات تبلیغات تا زیاد است که مثلا شما سبزی بخورن، سیب بخورن، انار بخورن که غنی از آهن است، ولی آهن از این عناصر اونقدر قابل جذب نیست. منابع خوب آهن که یک خانمه که به حساب مریضی ماوار زیاد است و او رو وقایع میکنن گوشت است. در قدم اول گوشت سرخی، گوساله، و در قدم دوم جیگر، و در قدم سوم تخم مرغ یا را زیاد استفاده کنن، و به تعقیبش ترکاری که بسیار به مقدار کم و ناچیز آهن داره. در میوه‌جات چی را بیشتر استفاده کنن که جلوگیری میکنه کم خونی را؟ جای گوشت و جگر و تخم مرغ میوه گرفته نمیتونه، ولی خوبترین منابع آهن که داره سیب است، خصوصا سیب اگه با پوستش خورده شوه خوبتر است. انار است و تقریبا تمام میوه‌جات به اندازه آهن در خود ترکیب خود داره. و آمدیم در خدمت خانمای عامله. خانمای عامله ولو که به حساب یا کم خورم نباشه، در زمان عاملگی وقت میشه یا باید بدون از اینکه رژیم غذایی خود اسلامی کن باید مستظرات آن که خود بگیره. دکتر صاحب پنور نړۍ کې د سیده چې میرمن د دې نمخ کې چې غواړي چې حمل واخلي یو رزي دکتر ته خپل ټول چیک اپ کوي، د ځان اوینه چې ز کم خونی ونه لرم نور بل مشکل ونه لرم، غیر وروسته دې ته تصمیم نیسي چې حمل واخلي، ځکه د دې لپاره چې نه غواړي چې هم ځان ته تاوان ورسیږي هم ماشوم ته تاوان ورسیږي. ولی دلته سر به خود بدون د دې نه چې ډاکټر ته ورشي حمل اخري، هغه وروسته هم ماشوم ته تاوان رسیږي، هم خپله هم کم خونه شي، زرها او نور تکلیفونو سره مخامخ شي. چی به وضوع اساس را اشاره کردین که متاسفانه در افغانستان مویی را نداریم. بعض امراض است، خصوصا در افغانستان یک چیز دیگه هم که رواج از زلمه جان، ازدواج های بین فامیلی. یک نوع کمخونی گفتیم، کمخونی ها عوامل مختلف داره. یک علتش تلسیمی است، یک مرض ارسی جنتیک است که از مادر و پدر به طفل انتقال میکنه. اناله اگر مادر مصاب تلسیمی های مرض داره، این سه شکل میباشه تلسیمی ها. یکی شکل خفیف است که اعراض ولی نداره، فقط هموگلوبین مریض کم پایین است. در شکل دومش است که مثلا دمی سن باروری که مادر میشه و یا جوان که میشن، اینجا یا با خون باید ضرورت باید دامدار خون بگیره و این مریضی است که تداوی نداره. و شکل خرابش، شکل مجورش است یا بزرگش است که این طفل بازم شش ماه باید همیشه خون بگیره، یعنی ای تا به سن نهایتش تا 15 سالگی زنده میمونه، در غیر وام که مراقبت بسیار جدی شده، در غیر از سن 8 سالگی 10 سالگی این طفلک از دست میتونه والدین. موضوعی را که شما اشاره کردین، اگه می چکاپ سی باشه، خصوصا دمی ولادتای بین ببخشین عروسیایی که بین فامیل صورت میگیره، بله. اگر مادر مصاب تلسیمی و منور هم شکل خفیف باشه که وید پیش دکتر هم نرفته و تشخیص هم نشده و تصادف پدر از یوم داشته باشه این مرض، این اینجا است که چانس از با فلکشن تلسیمی و مجور و واقع پیش ما میان واقعا بسیار متاثر کننده است، چون او تداوی یگانه تداویش تعویض مغز استخوان است که بسیار از اینه بالا داره که در افغانستان امکان او تداویش نیست و و بیچاره هر مام تفلک میبرند خون میته، بازو خون گرفتن زیاد بر ضررهای خود میرسانه. و اینی گپ اساسی، هر کسی که ازدواج میکنه باید بعض معاینات اساسی کمی تعیین هموگلوبین خون از گروپ خون و بعض معاینات دیگه است ای را باید کنم، خصوصا کسایی که مصاب تلسیمی های شکل خفیف هستند. حتی من به شوخی شاید بعض مریضا هم ببینم، مریضای ما باز من میگم اجازه ازدواج از این شما ندارین دیگه، اجازه ازدواج شما ندارم، یعنی هر وقت شما ایرا بر کس بدین و بچه اول پیش من میرین من خونش را چک کنم که نشه وام امی تلسیمی های شکل خفیف داشته باشه و داینده شما جگر خون شوید. دکتر سه محترم جور بخشم سلامه هر کل راشه خدای در اول یو پختنه مام در لودل ماجی دکتر سه پختنه کم اگه خلق چه دغه نشې توکو باندې روږ دي سیګریټ چرس نسوال مثال نور نشې دغه دی خلکو کې هم وینه کمیږي او کنه کمیږي؟ ای برخلاف، پیش کسایی که سیګریټ میزنن خون از یا زیاد میشه
ولی مرضی زیاد پیش کول کولی تشویق نشو مامور خطا شد چرا وظیفه هموگلوبین یا می آر بی سی که در خون ساخته میشه چی است انتقال اکسیژن است ای اکسیژن به تمام اعضا به خصوص به گرده و به تمام اعضای حیاتی میرسانه کسایی که سیگرت میزنه وقتی که سیگرت کش میکنه هیچ در شوشا میره و همی اکسیژن هم هموگلوبین هم که سر اکسیژن سر هموگلوبین میشن در شوشا میشینه اینجا به جای که اکسیژن نصب شوه اونمو کاربن مونوکساید سیگرت نصب میشه ای را میبره به گرده وظیفه گرده یک هورمون است تولید میکنه ارگو به حساب یک شخص کم خون شوه باز مقدار هورمون زیاد میشه اینجا وقتی که هموگلوبین به حساب کاربن مونوکساید آمده و گرده این فکر میکنه که اکسیژن بر من رسیده می کم خون است این شخص این دفعه چی می مقدار زیاد تولید میشه مغز استوان به اصطلاح قمچین میکنه که تو خون تولید کنه بر مخ اکسیژن نرسید اینم اینجا است که اونجا مغز استوان زیاد تولید میکنه و این شخص کم خون نیست در حقیقت کاربن مونوکساید انتقال داده سویه هموگلوبین چون زیاد میباشه که وام یک مرض است که برام پلیسایتیمیا میگن که مرض مریضا میشه سردرد میباشن حتی سبب بندش رگایشون میشه بندش رگای قلب حتی از دماغ سکتای دماغی که میگن سکتای قلبی حتی در دیگه قسمت ها میتونه که رگا را بند کنه که او ولی دخانیات که شما استفاده که مثلا دیگه هروئین و مثلا الکل یا میتونه که سبب کم خونی شوه چرا چون الکل فولیک اسیده که در ایجاد تولید آر بی سی بسیار عنصر اساسی است ایره نه میکنه از او خاطر است یا به کمخونی مواجه میشن که اکثرا کمبود فولاد و از جانب دیگه جگر از یاد تخریب میشه بنابر این دخانیات که خود جگر هم وقتی تخریب شوه سبب کمخونی پیش از خاص دکتر صاحب تشکر زلمان نورم تشویق کرده چه پودر وای خلاص نو نه پودر نه خیمه یعنی په مخ ډیر مننه ډاکټر صاحب کور مو دان چې خبرونه ترغلی هر کله راشي ډیر مننه شکر زو دوستانو د مې تل د مې نورو سبا هم مر سره اوسه بیا بشراغ لاز دوستانو ولمر ماشم خبرونه ګوري او په دې برخه کې هم را سره فرهناز محبی استاد او ارواپوه خبرونه کې میلمنه ده چې نن مو موضوع هم تاکلې دا د خپلوانو یا د خسرخیلو مداخلات یا لاسوهنې د دوه جوړې په ژوند کې یا د میړه او ښځې په ژوند کې څومره بد تاثیرات لري او څه مشکلات رامنځته کولی شي نو تاسو ته په شغلاس وایم استاد پخیر راغلی لمر ماښام خپرونې ته زنده باشي زلمه جانم همچنان سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستایی که همین لحظه برنامه را تماشا میکنم و امیدوارم که در کنار خانوادهشان یک شام خوب را آغاز اها ډیره مننه استاد دره ته وای چې په دا شروع کې موږ په افغانستان کې دا مشکل بیخي زیات ده زیات خپل اوج ته رسیدلی ده چې د خپلوانو یا د خسرخیلو مداخله د خاوند او ښځې په ژوند کې بیخي زیات دي دغه ولې دا مشکل را پیدا شوی ده هغه اصلي ریشه کوم ځای نه دی زلمه جان اگر ما بخوایم در ریشه اصلی از مداخله کردن یک فرد در زندگی فرد دیگر بخوایم را بررسی کنیم پس این برمیگرده از دوران اول که تازه اجتماعات تشکیل شد زمانی که دو اجتماع یا دو فامیل کوچک وقتی میخواین که یک جای شون یا یک فامیل بزرگ تشکیل بتان ببینین این اجتماع های کوچک کوچک مثلا یک فامیل دو فامیل سه فامیل که در ازدواج کردن دو سه فامیل با هم دیگرشان یک جای میشن یک اجتماع بزرگ را تشکیل میده این اجتماع بزرگ زمانی که تشکیل میشه با طرز مفکوره های متفاوت تشکیل میشه با فرهنگ های متفاوت با دیدگاه های متفاوت با طرز رفتارها و شخصیت های متفاوت تشکیل میشه و در بین از این تفاوت ها یک خانواده میخواد که این تفاوت ها را که خانواده دیگه داره این تفاوت ها را از بین ببرن و مثل ما شون مثل یک رنگ ما شون به هم رنگ ما در بیاین کی اشتباس زمانی که میبینن که طرف مقابل ما به رنگ ما در نیامده یا به خواست ما در نیامده اینا چی میکنن هم فکر من است به سبک من است به مو خواست دل من است کم کم چی میکنن اینا مداخلات رو کردنشون آغاز میکنن که نه تنها در زندگی مشترک که دو فرد زندگی مشترک آغاز میکنن فکر نکنیم که در جامعه افغانی تنها خسر خوشو بیاین مداخله کنن چی از طرف دختر باشه چی از طرف پسر باشه این مداخلات حتی از طرف خیشاوندای دورشان صورت میگیرن متاسفانه
که ما گفتم میتونیم از طرف ایور صورت میگیره، از طرف زنای ایور صورت میگیره، از طرف ننوها صورت میگیرن، از طرف حتی از طرف باجه هم صورت میگیرن که مداخلات کم کم تاثیرات بسیار منفی شه میتونه در زندگی مشترک دو نفر بگذاره. خ دغه لامل چه ده چې دوی دغه نه همغږی ده دوی فکرونه دي کنه کوم بل لامل لري د شاته چې دوی مداخلات کوي؟ البته زرما جان، پس بیاین کانال ما مداخلات که هر کس میکنه ایره جدا جدا به بس بگیریم. اگر خوشو مداخله میکنه، مثلا عروس تازه به خانه آوردن و یک فرد جدید داخل خانهشان آوردن، وقت خوشوها زیاد مداخله میکنن در زندگی دو فرد، خوشو یعنی مادر خانواده دارای عقده مادرانه هست در وجودش. چون مادر فکر میکنه که تا این زمانی که ما پسر خود بزرگ ساختیم، بزرگش کردیم، تا این زمان ما بالایزی حق داشتم. هر گپی را که من میزدم می قبول میکرد. میترسم که آل گپ مرا قبول نکنه، گپ خانم خود قبول کنه. زمانی که ترس در وجود خانم در وجود مادر پیدا میشه، کوشش میکنه که کم کم مداخله کنه. بچیم خانم تا نمون کی کار کنه، خانم تی کار کرد خوش من آمد، یا که ای کار به دل من نکرد در خانه کم کار میکنه، یا که ای کار میکنه او کار میکنه، گپکایی که خورد و ریزی که همه مشاهده هی گپا هستیم. باز متاسفانه بعض از پسرها هستن که به رشد شخصیتی سالم نرسیدن، اینجا میاین باز قضاوت میکنن. شاید مادر ما درست میگه، شاید خانم ما درست نمیگه. چون زلما جان، وقت ما در داخل یک خانواده بزرگ میشیم، ما گپای اعضای خانواده خود زیادتر قبول میکنیم نسبت به کسی که تازه وارد زندگی ما شده. این عقده های مادرانه بود. اینا اگر میاین زنای ایور مداخله میکنن، یا که ننوها مداخله میکنن، اینا کسایی هستن که نمیخواین که جایگاهی را که قبلا در خانواده داشتن اینا را چی کنن؟ از دست بدن. اینا هم یک ترس دارن، میخواین که مو کسی که وارد خانیشان شده او را به یک نحوه زیر دستشان بگیره. که بسیار بد از زلما جان، در زندگی که ما مشترک آغاز میکنیم، چرا بخوایم یک نفر تحت کنترل خود بگیریم؟ چرا بخوایم ترس خود بالای زو بشانیم؟ چرا بخوایم که از ما اطاعت کنه؟ همچو یک چیز نباید باشه. در بین اعضای خانواده باید قانون محبت باشه، قانون ترسیدنی باید، بلکه باید قانون احترام گذاری بینشان باشه. ببینین باز همی برمیگرده به مو رئیس خانواده، اگر خسار است، اگر خوشو است، اگر اینایی کار کنن دیگرها یاد میگیرن. حتی زلما جان ما شاهدی همچون اتفاقات بودیم که در بین خانواده که عروس جدید آمده، حتی طفلک یا نوجوان که در بین خانواده است، او هم آمده مداخله کرده. او هم مداخله کرده که خانم برادر من تو چرا همچون یک کار میکنی؟ تو حقی کار نداری. در حالی که خوردام هست در خانم. خوردام هستن. چون میبینن بزرگایی کار میکنن، پس من هم کار میکنم. چی میکنن؟ از خودشون به یک نحو زور نشان میتن. بالای کس که در تازه در زندگیشان آمده و تازه در خانوادهشان یک جا شده. و نو څنګه او که استاده چی دغه د خلکو مداخلات کم کو خپل ژوند کې، خصوصا په دې کې زه فکر کوم د خاوند رول به بیخي زیات وي، چې هغه کله یو نجلۍ راوادېږي او بل کور ته هغه نابلده کور وي، کله چې مداخلات زیات شي هغه دومره چې واک لک خاوند سره د افغانستان په ټولنه کې نشته، د غومره چې یو نجلۍ سره یو ښځې سره هغه واک وي، نو د خاوند باید څه وکړي چې دغه لاسونه رالن کړي او اجازه دوی ته ورنه کړي چې د دوی په ژوند کې مداخله وکړي؟ زلما جان، اگر ما بیرون از کشور ببینیم، خب در داخل افغانستان هم هستن بعضی کسایی که تازه میخواین ازدواج کنن، قبل از قبل زندگی جدا را تشکیل میتن. که به نظر ما واقعا خوب است. خانه داشتن جدا از مادر پدر یا از دیگرها به نظر ما خوب است، چون سیستم زندگیشان هم منظم پیش میبرن. اما خب نمیگم که حالا همه کسایی که ازدواج میکنن باید جدا شون 100% جدا شون. این باز برمیگردن به مساوی اقتصاد خانوادگیشان که میخوان یا نمیخوان. استاد روز تل دامینه و ساس خبر تا دوام ورکو سمزو دامیتا دوستانو لدامینه بیرتا راگرزو او یا با پختنه و کشی رحمت باندیم چه سنگا چل شوایده زو دامیتا.
بیام شراغل از دوستان المر ماشام خبرونه گوره او موضوع هم ټاکلی ده لکه څنګه چې په خوا هم څو شیبې مخکې هم دا موضوع یاده کړه د خاوند او د ښځې تر منځ د خسرګنیو یا د خسرخیلو د دوستانو مداخلات دا چې څه ناخوالې پیل لري دا به استاد تاسو وایي استاد اگر امی جلوګیري نشه امی مداخلات خسرخیل فامیلا او دوستا د زندگی دو زوج چی خطرات چی مشکلات به بار میاره؟ در نخست که دو فرد ازدواج میکنن تصمیم ازدواج میگیرن قبل از قبل باید شرایط خانواده هر دوی خود درک کنن. مثلا پسر بیایه کاملا شرایط خانواده دختر درک کنه و دخترم بیایه شرایط خانواده پسر درک کنه. زمانی که او بخیر او بخیر او فرجم بخیر استاد محترم خبرم استاد ببخشید نه ترسیده باشه خیر خبر تو خونه پیدا تو خیر خوب پوشم در باندې میره باندې زمان که دو فرد شرایط خانواده همدیگه خود درک میکنه کم کم میشناسه شرایط خانوادگی خود صدا اینا سر ما تاثیر کرد وقتی که ازدواج میکنن باید از قبل با خودشون برنامه‌ریزی داشته باشن شاید ممکن است که چنگ برنامه لکم مثلا باید شوهر به خانم خود بگه شاید در زندگی ما تو مداخلات زیاد باشه یعنی آمادگی همچو یک وضعیت باید داشته باشه مخکی نورت آمادگی بود یک آمادگی داشته باشن اما بعض زوجین هستن که واقعا پشت مداخلات میرن و اینقدر تاثیرات و سر بالای زندگیشون میگذارن که باعث از این میشه که حتی از همدیگرشون طلاق بگیرن زلما جان چون اعتماد 100% بالای همدیگرشون ندارن. وقتی که یک دو نفر از بیرون از خانهشون سر اینا گپ میزنن میرن گپای اونا رو قبول میکنن اعتماد وقتی که نداشته باشه فرد بالایش تعهد نداشته باشه در بینشان باعث از این میشه که زندگی که در بین دو خانواده تشکیل شده دو خانواده جدا این زندگی از هر دو خانواده هم به طرف نابودی بره و به طرف فسخ پیوندها بره اما متاسفانه در افغانستان حتی با خشونتهایی که ما شاهدش هستیم خشونتهای خانوادگی لط و کوب کردن خانما خب باز در افغانستان قسمی است که وقت دو نفر کاملا وضعیت زیق میشه بالا اینا اجازه یزیر ندارن که طلاق بگیرن مجبور هستن که زندگی رو در کنار همدیگرشان تحمل کنن وقت زندگی با تحمل کردن پیش میره یک زندگی است که بدون روح است بدون محبت است و زندگی است که دو لذت هم نمی داشته باشه و این تاثیرات برای طفلکایی که این دو فرد به دنیا میارن بسیار تاثیرات سور داره چون اطفلا که استاد نه یو پختنه لرم استاد محترم مدغه ډیر هیوادونو خپل په منځ کې صلح وکړه جوړ جاړه وکړه جوړ دې ډیر خوشاله ژوند تیری خو له بده مرغه زمونږ په کورنیو کې د افغانانو په کورنیو کې اوس هم دغه جنگونه لانجې زما یو ملګری و هغې کیسه کوله ویلې دغه ځینې زړې مورګانې دي وایي هغې تر هغه وخت پورې دغه زوی نه پرېږدي تر څو دا خپل انګور پرې وډبوي چې کله یې وهله پي بیا زړه یې ښه خوشحاله چې هېڅ خبره هم نشته وایي دغسې وایي ما ته یې ویلې که نه چې دغه ته چې لاړ شي مثال وظیفې ته ښځه دې لاړ شي پلار کړه بیا دوه شپې هلته کوي وایي ما د ټوکو نه ویل چې زه دا ځلې راشي زه ته وایم چې دا دوه شپې څنګه کوي وایي دې وخت کې ګر چې ښځه راغله مال داسې شی چې مونږ یو ټوکه دې سره وکړه زه دا به خوشحاله کړو ښځه راغله وایي زه د ښځې مخې ته ودرېدم مالا نه ولې ته چې ځې بیا دوه شپې هلته کېږم بې اجازې یعنې تا ته زه هېڅ شی نه ښکارم ما نه پښتنه هم نه کوي مالا دا به هم خوشحاله کړم دا به هم خوشحاله کړم مور هم وایي زه نو خبر نه یم کنه هغې ته سترګک مې واچ یعنې خیر مور خوشحاله وم وایي دا یو وراره مې راسره روان ده چې ځې ولیدلم وایي غږ یې کوي وایي یاده کوي وایي واه وایي دې خو ته سترګک وهه ویل زه ته دا ماته ول نه معلومه چندان سړی نه ده تر هغه وخت پورې دې نه پرېږدي تر څو چې دغه انګور ووهي هغه مشرې مورګانو ته لکه هغه مشرانو ته څه ویل لري که هغه ته څه ویل چې دغه جنګونه لانجونه سره جوړېږي در شما خوب اشاره کردین در بعض از خانواده ها میگن خانمت بالایش تو وقار نداری اصلا سر صدام نمی کنی پس یعنی که تو چی هستی زن زور هستی ترسم نداره ازت به خاطر که تو نمیزنی شده سرش بالا نمی کنی باز بعض از آقایان مجبور میشن که خانم خدا یا سرش زور بگو یا که لتو کوبش کنه پیش روی مادر پدرش باز بعد از اینکه مادر پدرش رفت ازش مذرت خواهی کنه یک گفت دیگه هم از سال طرف یک گفت زنانی میکنم زن بود میکنم شوار خود کراس یک چپات دی گردنش داد پر سر سکت گفت بگو راز دی یا شوخی کردی گفت نی از راز دیم گفت نی راز بگو راز دی یا شوخی کردی گفت با خدا راز دیم گفت بر راز خیر ما شوخی را افسلیش ندارم خواه شیر احمده چگه چل دی؟ تشکر زلمه جان خواره تیار دی؟ تو ایچ چلو نروان دی نو؟ بلکل تیار دی او دقیق شکل بند تیاری گی اول با یو چلچه
هغه موادونه چې اگې وي او څنګه غوخه هم دلته شته تسینه دا غوخه به په سری اچوي رورو بیا دلته به د مر کوي بیا به بل مخ ورته سر کوي په کلار نو سر کیږي د سبه وختم ډیر نه غواړي په بدرې د خو کې تاسو کول شي دا خوړه یو مخ سر شو بیا بل مخ هم سر کیږي یعنی یو دخنه زیات نه پدې شي نو شپه خوای سر شو بخښه دا سوال نه پیدا کیږي اش پس پدا بداش کې پخې مشکل نه بداش کې به کول شي چې یو واره یو قالب کې دا ټول ورزيات کی او تیاری کی او زه دا خوړه کې اجازه می چې شیرې لاله دوري ها او شیرې لاله خیر اوسه فرناز جان بفرمایئ زلمه جان زه پختنه رم استاد محترم استاد محترم تشکر ان مینه بیګي بخیر اترا حساب بس دا یو مثال د امریکا یو ژوندګي میکنه با خشنش میخیزه اون امور زنکیشه مثال میگه که تو کوه تو کنی و اوجه خطرله تو کوه هم کسه کده نمیتانی صحیح شد و شوارش هم نمیتانه که مثال او را قناعت بده و قناعت کنه که اگر کدام مشکل از مسئول ما حل کنم مشکل خود تو حل کن که تای زندگی ما صحیح سپری شوه این مردم ها چی کنین که باید زندگی جا جور شو بخواد اوجه خطرله تو کوه و دراز دروز و زدن هم نیست که قدم زدن و کش و گیر باشه در خارج از کشور آره خارج از کشور در خارج از کشور پس میدبانم غم افغانای ما را که در خارج از کشور از شیره لالا داره بعض از خانم‌ها در خارج از کشور واقعا بالای شوهرهایشان باز زور میگن میگن اگر چیزی گفتی اوجا پولیس هست خانون هست و تو را دزگیر میکنی غریب در بدر چیزی باشن غریب هر جای در بدر متاسفانه کسایی که نمیگم که در خارج از کشور یا که در داخل از کشور در هر جایی که زندگی میکنین لطفاً زمانی که شما زندگی مشترک آغاز میکنین پس لطفاً به دید دشمنانه طرف همدیگر تا نبینین زمانی که در زندگی مشترک شما اگر مهر و محبت باشه اگر اعتماد باشه اگر تعهد باشه صداقت باشه اصلاً زمان جنگ کردن زمان زورگویی کردن و زمان خود با وقار نشان دادن در مقابل کسی دیگه اصلاً پیدا نمیشه پس خوب است که در بینشان تعهد داشته باشن همدیگرشان دوست داشته باشن و همشان تحت قانون صمیمیت پیش برن زندگی خوب خواهد داشته خب نو په دې وروسته کې یو پیغام هم ورکه یا یو وینا هم که ولري هغه کسانو ته هغه فامیلونو ته چې د دو جوړو په منځ کې بې ځایه پیشنهادونه ورکوي غمازی کوي لانجې جوړوي ته به داسې کوې هلک ته وایي چې ته به داسې کوې د دوی په منځ کې یو جنجال را پیدا شي دوی ځان داسې فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهیږو او باید موږ د دوی په ژوند کې نظر او پیشنهاد ورکوو خدا کنه که نظر پیشنهاد باشه زلما جان بعض خانواده هایی که مداخله میکنن بیاین خودشان به جای امو کسایی قرار بدن که گپایشان گوش میکنن اگر خودتان به جای اونا قرار بتین حتی فکر نکنم تحمل یک چند کلمه گپتان هم داشته باشین اگر این کلمه ها این پیشنهادات مثبت باشه و به خاطر ساختن جور شدن زندگی مشترک باشه که چقدر خوب اما اگر این پیشنهادات و این گپ ها و سخن ها به صورت منفی باشه و به صورت ازی باشه که کینه و عقده در دل دو فرد ایجاد کنه باعث تباه شدن زندگیشان میشه و پیام بر همه خانواده های عزیزمی است که لطفا کسایی باشین که حمایت کنین نه کسایی که باعث تخریب زندگی دیگر را شوند دیر شد دیر شد زلمه جان یو خبره ده استاد محترم پختنه کوم خارج کې کله ده سړی خپل میرمن سره غږی په ټلیفون کې کنه بسیار با ساده نرم خو خوب سایز گود بای برو سایز خدافظ باز تلفون ماچ میکنه خلاص باز دایی دیگه قسم است وقتی تلفون قطع میکنه آ بعد چی گپ است باز زنگ زدی آر سات تینگ 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 برو قطع کلی کردی دیدم خلاص خدافظ یک کلمه تو خراب میگیری قرت قطع میکنی چرا اینا میره که چیزی بگم صمیمیت بینشان نیست صمیمیت بینشان نیست به خاطر زندگی کو یک روز نمیباشه یا گم را که تو سپاری میکنی باید آدم خوش زندگی رو تیر کنه اینی مردم ها هم چیزی بگو شیر احمد آمینی عدت داره خدا نمیگه نه ما تو خود اگر فرشته هستی اگر بعضی کسا میگن اگر من زیاد محبت بتم همسر خدا خانم خود زیاد محبت بتم باسو به یک نحو نازدانه میشه به یک نحو توقعات از او زیاد میشه که ما یک برنامه دیگه صحبت کردیم بالای توقعات بیجای وقت روح یک فرد زنده باشه چی میکنه این فرد به زندگی خود امیدوار میشه اگر محبت نباشه صمیمیت بینشان نباشه زندگی فکر نکنم به صورت درست بتانه پیش بره واقعا دغه سیده نوشه خبره داده چی مونږ په محبت او په صمیمیت پا
په خبرو کولو باندې هر مشکل حل کو نه دا چې موږ او تاسو غک پورته کو جنجال کو کور کې او د کورنۍ نور غړو څخه هم هیله داده چې د دوه جوړو په ژوند کې ډیر مداخلات نه کوي او اجازه دی ورکړي غو ژوند خپل ژوند کې تصمیم ونیسي او دوستان ډیر مننه تاسو نم چې تاسو خبرونه کې موږ سره وي فرانز جان تشکر بسیار زیات از اینکه به برنامه آمدید ببینین چطور است مزه‌دار است حتماً خب به نظر من دیر مننه دوستان و تربیه مو پالاس پارم خیلی چاره خشبه الله بومشه.